درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان امروز هم قصد دارم یک نماد دیگه از توی این لیست نمادهایی که فیلتر قدرت خریدار حقیقیشون 6 برابر فروشنده های حقیقی هستن بررسی بکنم. تشکر میکنم از همه دوستانی که ویدیوی دیروز را در ارتباط با زملار دیدن و برای ما پیام گذاشتن، کامنت گذاشتن و همین کامنت ها انگیزه میشه که ما مجددا این برنامه رو برای شما عزیزان ادامه بدیم. آیدی MKH اعتقاد دارن که زملارد به خاطر اینکه جزء ارز اولیه ها بوده و خیلی ها هنوز از همون موقع دارند این نماد را، قدرت خریدش به خاطر همین بالاست. که حتی خب حالا همه ارز اولیه ها اینجوری نیستند، بالاخره یه وقتایی یک اتفاقات یا دستای پنهانی هم در کار میاد دیگه. آقای سعید میگن که دیگه به فیلترها اعتباری نیست و قسمت فروشنده سهام داره با یک کد 7 دونه برگ سهم میفروشه که قدرت خریدار رو زیاد نشون داده بشه. که خب البته باید بررسی بکنید، این گونه نیستش که حالا همشون اینطوری باشن. نمادی که امروز براتون بررسی میکنم که اصلا خیلی عجیب غریبه و خب در حال پتانسیل خیلی خوبی هم برای رشد داره که با هم خواهیم دید. آقای مهدی میگن که چرا شاخص کل و هموزن به عدد اردیبهشت امسال رسیده ولی قیمت ها همچنان فاصله دارند؟ که خب تو برخی از نمادها این گونه نیست، تو برخی نمادها قیمت ها از اردیبهشت تا حتی از مرداد 99 هم بالاتر رفته. برخی نمادهای پتروشیمی و اینا این گونه هستند، پتروشیمی پالایشی فرض کنیم مثلا شبندر الان قیمت 99 رسیده دیگه، بررسی کردیم همین چند روز پیش. برخی نمادهای دیگه هم این اتفاق براشون افتاده، ولی خب خیلی نمادها این چیزی که شما میگید درشون صدق میکنه. همین نمادی هم که امروز بخوایم بررسی بکنیم تو این برنامه همین چنین هستش، حالا با هم خواهیم دید. تشکر از آقای مهدی که گفتن برنامهشون مفید بوده، خوشحال هستیم که مفید هستش. آیدی AM گفتن که 2 سال پیش تبلیغ نوری انجام شده، رفتن خرید کردن و بعد از اون البته حالا خیلی رشد ندیدن، ولی خب نوری از جمله نمادهایی بوده که دوست عزیز و فکر میکنم خیلی هم بد نبوده، یعنی نسبت به نمادهایی که یهویی مثلا خیلی افت قیمت داشتن، نوری اتفاقا اونایی بوده که جزء پتروشیمی های قوی بورس بوده. ولی خب در حال توی این 2 سال شما اصلا اوضاع بورس را یک اوضاع بحرانی باید ببینید، یعنی نمیشه خیلی اعتماد کرد به تحلیل ها در 2 سال گذشته، به خاطر اینکه اصلا روند خیلی روند جالبی نبوده. ما در بهترین حالت همیشه گفتیم یه تحلیل 70% میتونه نهایتا درست در بیاد اگر که همه چیزها سر جای خودش باشه. توی این 2 سال در حال این اتفاق نیفتاده. در حال تشکر میکنیم از همه دوستانی که برای ما پیام گذاشتن، کامنت گذاشتن و همین باعث شد که انگیزه داشته باشیم نماد بعدی را هم برای شما عزیزان بگیم. نمادی که امروز انتخاب کردم بچه ها نماد به گیلان هستش، توسعه مسیر برق گیلان، که حالا علاوه بر این که توی این فیلترمون دیده میشه امروز و حالا دیروز هم بودش، روزهای قبلی هم من این رو زیاد توی الگو ساعتی ها دیده بودم، این روزهای قبلی شاید 2-3 هفته پیش چند باری به گیلان را توی الگو ساعتی ها اسمش را خوندیم و حالا بریم اصلا یک بررسی جامعه تری را نسبت به بگیلانی داشته باشیم که تولیدش تولید انرژی هست و یک شرکت نیروگاهیه که تصویر نیروگاهاش رو هم اینجا میبینید، یک شرکت سهامی عام که عملیات اجراییش توسط شرکت زیمنس آلمان انجام شده از سال 1364. این شرکت عملیات اجرایی نیروگاهیش انجام شده در سال
71 و همچنین سال 76 قسمت‌های مختلفش به بهره برداری رسیدن. البته این شرکت به این اسم و به این چیزی که الان دارید می‌بینید دیرتر ثبت شده و از سال 89 میشه گفتش که توسط کنسرسیوم خریداران نیروگاه سیکل ترکیبی به سازمان خصوصی سازی اومده و ثبت شرکتش اون موقع انجام شده و ما نماد رو هم از سال 96 در بورس داریم مشاهده میکنیم. تعداد واحدهای گازیش 6 واحد هستند، تعداد واحدهای بخارش 3 واحد هستند و خب در هر حال سوخت اصلی نیروگاه گاز طبیعی با تأمین از طریق انشاء و از خطوط لوله سراسری گاز کشور و سوخت دوم نیروگاه گازوئیل هستش که به صلاح اینها را مصرف میکنه و در ازاش برق تولید میکنه. آخرین خبری هم که روی کودال زده را حالا میتونید مشاهده بکنید که کلیه برقی هم که فعلا تولید میکنه در داخل کشور داره مصرف میشه، هر آنچه که تولید میشه بلافاصله به فروش میرسه و مصرف میشه. از این طرف هم پایین هم که جدول اون خرید گاز و گازوئیلش رو اینجا میتونید مصرف کنید که حالا بالاخره به این صورت میتونید سود شرکت را در بیارید. از نظر بنیادی میتونید به سایت شرکت tmbg.ir مراجعه بکنید و حالا اطلاعات بیشتر را راجعش بخونید. اینجا اطلاعات عمومی داره، چارت سازمانی، هیئت مدیره، ترکیب سهامداران، کمیته های تخصصی، گالری درباره ما، تماس با ما، صفحه اصلیش هم که حالا میتونید مشاهده بکنید. من خیلی رو اینجا دیگه فوکوس نمی کنم و میریم سراغ اتفاقی که برای این نماد افتاده. همونجوری که مشاهده میکنید امروز خریداران حقیقی که موفق شدن این سهم را خرید بکنن هر کدومشون 165 میلیون تومان خرید کردن. 1 میلیارد و 656 میلیون تومان یک نفر بیاد میذاره که فقط به گیلان بخره. این در حال اون نفری که داره میخره اینقدر اعتماد داره که میگه من 165 میلیون تومان میدم به گیلان میخرم. از طرفی فروشندگانی که امروز فروختن، فروشندگان حقیقی، همونجور که مشاهده میکنید هر کدومشون مبلغ 3,871,000 ریال فروش رو انجام دادن، یعنی 387,000 تومان. هر فروشنده حقیقی 387,000 تومان فروخته، در ازاش اون فروشنده حقیقی که خریده 165 میلیون تومان خریده که قدرت خریدار به فروشنده 427 برابر هستش که خب یه چیز عجیب غریبیه، واقعا خیلی بالاه. و تازه روزهای قبل هم همین حالت وجود داره. سه شنبه 6 دی هر خریدار حقیقی این سهم را 200 میلیون تومان خریده، در حالی که فروشندگان حقیقی همون روز 232,000 تومان فروختند و اون موقع قدرت خریدار به فروشنده 888 بوده. یه چیز خیلی عجیب غریب. و این اتفاق حالا همجور که مشاهده میکنید تقریبا میشه گفتش که از نیمه دوم آذر ماه شروع شده، یعنی از نیمه دوم آذر ماه قدرت خریدار حقیقی نسبت به فروشنده حقیقی روز به روز زیاد شده و در هر حال هفته گذشته به اوج خودش رسیده. توی این دو روز گذشته که حالا میشه گفتش بورس منفی بود،
یه مقداری کمتر شده ولی وجود داشته، در حال بوده، چیزی نبوده که حتی بتونه این دو روز منفی بورس هم متوقفش بکنه. ببینید الان برای یک شنبه هر خریدار حقیقی 64,648 میلیون، یعنی در واقع 64 میلیون و 257,764 تومان بوده. بعدن هر فروشنده حقیقی فقط 300,000 تومان فروخته، 212 برابر. البته صفحه خرید سنگینی هم تقریبا داره. تعداد خریدارانی که امروز موفق شدن بخرند اصلا 3 نفر بودن، کلن 3 نفر امروز تونستن این نماد رو بخرن که هر کدومشون هم 120 میلیون تومان دیگه خرید کردن. یعنی واقعا چقدر 120 میلیون 160 میلیون 165 میلیون تومان همین 3 نفر مشالاشون باشه، اما اول صبح بکنن هرچی پول داشتن گذاشتن برای که به گیلان بخرن دیگه. 3 نفر فکر کنید هر کدوم 165 میلیون تومان به صورت میانگین خرید کردن. از اون طرف 1270 نفر فروشنده داشته که خب دیدیم هر کدومشون 300,000 تومان اومدن فروختن و در هر حال تأمین کردن خرید این افراد را. البته حقوقی هم خیلی کم فروخته، حقوقی هم اصلا نمیفروشه، خرید هم نداره احتمالا چون میدونه گیرش نمیاد فعلا. فروش هم که اینجا میبینید خیلی اصلا خرید فروش حقوقی نداره تو این سطح. 100% خریدارش حقیقی بوده امروز، فروشندش هم 99% و 99.6% میشه گفتش حقیقی بوده. خب حالا بریم سراغ نمودار این سهم که باز نکته جالبش اینجا هستش. در سال 99 بعد از این که اون اتفاقات براش افتاد و البته این را خدمتتون بگم از سال 96 توسط خصوصی سازی توی بورس اومده، ولی سهامش در سال 99 عرضه عمومی شده در بورس، همون مرداد 99 هم عرضه عمومی شده و همون مرداد 99 هم به قیمت 3429 تومان رسیده. حالا اصلا ما این قسمتش رو در نظر نمیگیریم، یعنی به خاطر اینکه این قسمت اول چون عرض اولیه شده خیلی نمیتونه درست باشه، ولی دیگه از سال 1400ش اگه بخوایم یه بررسی داشته باشیم، در سال 1400 میتونیم بگیم که تقریبا یک حالت یک نواختی را در یک کانال ثابت طی میکنه که این کانال رو بتونیم برش در نظر بگیریم دیگه. تقریبا توی یه همچی کانالی بوده دیگه، 1400 سقفش 2000 تومان بوده، کفش 1600 تومان بوده. ببینید چند مرتبه اومده به 2000 تومان گیر کرده سال 1400 و تا نزدیکای 1600 هم که اینجا اومده 1683 اومده، دوره اینجا 1600 اومده، یه مدت گیر داشته 1600. در اواخر سال 1400 میفته تو کانال نزولی و کانالش عوض میشه. یه جورایی میشه گفتش که بهتره بگیم یه کانال میاد پایین تر از نظر قیمتی. ببینید این میشه کانالش در سال نیمه دوم 1400 تا الان. از نیمه دوم 1400 تا الان حد اکثر قیمتش تقریبا 1500 تومان بوده و 2 مرتبه به قیمت حدودای 1000 تومان رسیده. الان میونه این کاناله قرار گرفته و با توجه به اینکه صفحه خرید داره میتونیم فعلا اولین سقف این نماد را با همون سقف همین کانالش در نظر بگیریم که در سال 1400 تالا براش تشکیل شده، یعنی
1500 تومن، ولی اینجوری که دارن میخرن و صف خریده اگر مثلا تا چند روز دیگه ادامه داشته باشه، این چند روز مثلا الان این حرکتش ببینید از کی شروع شده، همین جوابی که الگو ساعت بخور تو آبان بود دیگه که گفتم اسمش رو خیلی میدیدیم، جایی بود که یوی مثلا ابتدای بازار تا انتهای بازار و الگو ساعت ها رو هی میخورد و بعدش میبینید که الان دیگه حقیقی ها هجوم آوردن و صد میلیون دارن میخرندش. اینم بعد از اون الگو ساعتی ها اتفاق افتاده که حتی صف خریدش اون دو روزی که بورس قرمز بودم نریخته و داره همینجور بالا میاد، یعنی از اوائل آبان ماه 88 که قیمتش بودن 990 تومن بوده تا الان 1300 تومن را خیلی خوب اومده بالا. البته یه اصلاح هم اینجا داشته، یعنی 13.9 1200 که رسیده میاد پایین تا 1100 مجددا شروع میکنه، الان رسیده به 1300 و شاید دوره اصلاحی هم داشته باشیم، مثلا بیاد 1400 دوره بیاد 1300 بیاد 1200 به 1500 که رسید باید مراقب سقف کانال و یا مقاومت باشیم، احتمال داره مقاومت گیر بکنه و مجدد در داخل همین کانال با حرکت خودش را ادامه بده. ولی اگر روند صعودی این سقف شروع شده باشه و مجدداً خودش رو بتونه به یک کانال بالاتر بکشه، انتظار ما این هستش که به کانال سال 1400 یعنی نیمه اول سال 1400 هم برسه که اونجا مقاومت حدودای 2000 تومن که خب الان 1300 تومنه و در حال اگه کسی موفق شده این پایینا خرید بکنه، این نماد را روی کف خرید بکنه، من اگه این اتفاق برام میافتاد ریسک رو میپذیرفتم و تا اینجا صبر میکردم، یعنی حالا حداقل تا نصفه های این کانال تا 1800 رو صبر میکردم، یعنی با برخورد به این مقاومت حالا شاید یه مقدارم دوره بیاد پایین ولی دیگه بر نمیگرده به این قیمت کف به نظر من، یعنی اگه حرکت صعودی شروع شده باشه شاید یکی دوتا اصلاح داشته باشیم و بعدش بتونه این کانال رو رد بکنه، یعنی بالاخره این ریسک رو میپذیرفتم، اگه من بودم این ریسک رو میپذیرفتم، نمیگم حالا شما این کارو بکنید و بالاخره افراد قدرت ریسک پذیریشون با همدیگه متفاوت، ولی میخوام بگم که در حال به نظر من نماد خوبیه برای بلند مدت، یعنی حتی اگر این پایین ها خریده باشید که خیلی شیرین و خوب خریدید رو قیمت 1000 تومن، چون دو مرتبه بیشتر نیومده رو 1000 تومن توی این دو سال اخیر و بعدش هم بلافاصله برگشته بالا، اگر روی این قیمت ها خرید کرده باشید نگهش دارید حتی به سقف کانال اول هم خورد اصلاح کرد اشکال نداره، دیگه به 1000 که بر نمیکنه، فوقش دوباره برمیگرده میاد روی 1200 بعد دوره حرکت میکنه، بالاخره این مقاومت رو میشکنه، این مقاومت رو میشکنه و بعد منتظر این مقاومت بالایی باشید. اگر این اتفاق براتون بیفته خب شما که 1000 خریدی راحت میتونی به 2000 برسی و شاید این قضیه مثلا خیلی دور نباشه، بخاطر اینکه الان خیلی از کارشناسان اعتقاد دارن که با حالا این قانونی که امروز تصویب کرد مجلس و الان رفته توی مجلس حالا تصویب بشه، حالا این آیدی مالیات بر آیدی سرمایه، خیلی ها این پیشبینی میکنن که بورس بتونه سقف سال 99 خودش رو بزنه، یعنی به شاخص به دوره به 2,100,000 برسه، خیلی هم دور از ذهن نیست. حالا درسته که این موقع عرض اولیه شده باشه و این اطلاعات سال 99 خیلی برای ما اعتماد پذیر نیست، نمیتونیم بهش خیلی اعتماد بکنیم، ولی نهایتش اینه که حول و حوش این قیمت 1500 تومن، حول 1500 تومن دیگه واقعا قیمت خوبیه برای این نماد، اگه مثلا تو یه ماه بهش برسه، تا یه ماه آینده تو یه ماه یه نفر 1000 خریده باشه و 1500 بفروشه، یعنی یه چیزو 50% سود کرده،
برای من کسایی که این پایین خرید کردن صبر کنن ببینن که چجوری پس این مقاومت برمیاد و بتونه حداقل تو کانال بالاتر این را بفروشن. حالا اگه کسی نخریده فعلا که نمیشه خریدش، ولی میتونید تحت نظر بذارید، توی واچ لیستتون بذارید به گیلان را، و اگر مجددا اصلاحی کرد حالا فرصت خرید برایش فراهم شد که اینجا هم در نظر بگیرید. حالا من این روی یک ماه اخیرش که بذارم، قبلش این خبرها نبوده. حالا قبلش شاید میتونستیم بخریم، قبلش هم قدرت خریدار به فروشنده 2 و 4 و 3 و اینا بوده، همیشه قوی تر بوده، ولی نه دیگه اینجا که بیاد مثلا بشه 427 بشه نمیدونم 888، اصلا یه عددهای عجیب غریب بشه. بنابراین میتونید فعلا در نظر بگیریدش و در هر حال بازده یک ماه سه 13%، 3 ماه 17%، 6 ماه 1 سالش فعلا بازدهی خوبی را نداره و کسایی که حالا 1 سال پیش دقیقا این سهم را خرید کردن، یعنی توی دیماه 1400 خرید کردن، تقریبا همین قیمت ها بوده. تو اسفند اومده پایین به کف رسیده و مجددا رفته بالا. یه اتفاق دیگه که الان داره میفته اینه که اگر که مثلا گاز قطع بشه و گاز بهش ندن برای تولید برق، چون زمستان هستش و احتمال داره که یک کم مشکل گازی پیدا کنن برن سراغ گازوئیل، حالا یه سری اتفاقات اینجوری براش بیفته، شاید این نزولی که تو زمستان سال گذشته اینجا داشته یه بخشش به این قسمت هم برگرده و شاید این سناریو مجدداً تکرار بشه. در حال الان وسط کاناله، نیمه کاناله و نمیشه هم خریدش، قطعا بایستی برگرده پایین تر از نیمه برای خرید و یه موقعی هم باشه که بشه خریدش، ولی میشه نگاهش کرد تا ببینیم واقعا تا کجا میره بالا و بعدا توی اصلاحا در کمین خرید به گیلان باشیم، که بالاخره این هم در نوع خودش جالبه که خریدارانی داره که با قیمتهای 200 میلیون تومانی میان و خرید میکنند و میرن. یعنی از اول صبح طرف این اولین چیزی که زده 200 میلیون تومان به گیلان، ساعت مثلا به محض اینکه سفارش های خرید داره باز بشه این کارو کرده. اینجوری دیگه باید برید به گیلان هم اگه میخواییم بخرید، فعلا اینطوری دارن میخواین که خب توصیه نمیشه اینجوری ریسک کنید برید جلو، ولی نگاهش بکنید تا ببینید کجا میره بالا، اصلاح چجوری میشه و یه مقداری رفتار سهم رو در نظر بگیرید. نقاط کف کانال شاید نقاط خوبی برای خرید باشه. منتظر نظرات خوب شما عزیزانم هستم در ارتباط با این نماد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.